سلام به این درس خیلی خوش اومدید این درس رو من خیلی دوستش دارم چرا؟ چون همین موضوع باعث شد که واقعا مسیر زندگی من کامل عوض شد کی؟ سال 90 بود و در یک سمیناری شرکت کرده بودم که تو اون سمینار قرار بود بررسی کنن بگن آسیب های آموزش چی هست و زمانی که من تو اون سمینار به عنوان شرکت کننده شرکت کرده بودم دیدم این سمینار دو روزه گفتن روز آخرش به شما میتونیم به سه نفر از شرکت کننده نفری سه دقیقه وقت بدیم که بیان و یه سری نکته بگن آموزش بدن به عنوان سخنران مهمان و من خیلی علاقه من شدم یه فرم پر کردم و راجع به پاورپوینت صحبت کردم چون میدیدم کسانی که دارن همین ایرادات آموزش رو میگن خودشون سرتاپا ایراد هستن و توی اون چند دقیقه ای که اجرا کردم و آموزش دادم که ایرادات پاورپوینت چیه تازه اون تقریبا برای ده سال پیش بود و خب دانشم خیلی الان متفاوت شده تو اون زمان دیدم چقدر استقبال زیاده و اصلا از همونجا بود که من کار آموزش رو شروع کردم و این موضوع انقدر مهمه که حد نداره اگر شما اسلاید های بدی داشته باشید یا ندونید چطور با اسلایداتون کار بکنید واقعا ارائه شما خیلی بد میشه بنابراین دونستن اینکه پاورپوینت چی هست مهمه اما علم روانشناسی استفاده از پاورپوینت موضوع مهمیه که امروز میخوایم باهاش پیش ببریم بحثمون رو یه نکته خیلی مهم بهتون بگم اسلاید اگه بده همون بهتر که نباشه پژوهش ها نشون داده استادایی که متن خیلی زیادی توی اسلایدا می یا بلد نیستن علم استفاده از پاورپوینت رو بازدهی سرکلاسشون پایین تر میاد یعنی یادگیرنده ها اگه این اسلاید رو نبینن و فقط استاد صحبت بکنه بهتر یاد میگیرن و خب داستان خیلی میتونه متفاوت باشه بنابراین اینجا این رو میخوام به شما بگم محتوا پادشاه من به عنوان سخنران آموزش دهنده مدرس باید محتوای خوبی ارائه کنم و اسلاید تاج پادشاهه خب من تجربه خیلی زیادی داشتم اجراهای خیلی زیادی تو بزرگترین سالن کشور توی سمینارها کارگاه ها کلاس های مختلف در جمع های چند هزار نفره اجراهای بسیار بسیار زیادی داشتم و خیلی هم پول خرج کردم خیلی هم هزینه کردم برای تهیه تجهیزات مختلف برای اینکه خوب ارائه بکنم و فکر میکنم پنج نکته که اینجا میخوام بهتون بگم به شما دید خیلی خوب بده اول میخوایم راجب نسبت کلمه تصویر با هم صحبت بکنیم درس دوم راجب صفحه سیاه هست درس سوم راجب فونت ها صحبت خواهیم کرد که چه فونتی مناسب پاورپوینته مورد بعدی کنترل از چه کنترلی استفاده بکنیم و چی کار بکنیم و آخریش دونه دونه اومدنه یعنی چی دونه دونه اینا رو بررسی میکنیم. بریم سراغ قسمت اول یعنی کلمه تصویر خب حتما چنین متنهایی رو خیلی زیاد دیدین وقتی که یک سخنرانی میخواد صحبت بکنه وقتی که داره صحبت میکنه یه متن خیلی به هم ریخته با یه فونت افتضاح میبینید همین الان موندید به حرف من گوش کنید یا اینو بخونید و کلافه میشید و بسیاری از مدرس ها دقیقا از چنین اسلاید هایی استفاده میکنند این اسلاید ها که کلی از نکات گرا... گرامری و ویرایشی توش رعایت نشده و به لحاظ زیبایی شناختی واقعا افتضاح فونت بدی داره متن ها به هم ریخته است و از همه مهمتر بر اساس ساختار مغز نیست واقعا یادگیری رو بسیار بسیار ضعیف میکنه و نکته خیلی مهم اینه که مغز ما تصاویر رو 60 هزار برابر سریعتر از متن پردازش میکنه بذارین براتون یه مثال بزنم من به شما میگم همبرگر و ببینید یه زمانی طول میکشه و یه تصویر بهتون نشون میدم کدوم تو ذهن شما سریعتر پردازش میشه قطعا تصویر قدرت بیشتری داره چرا؟ به خاطر اینکه مغز ما هزاران سال یا ده ها هزار سال تکامل یافته برای اینکه با تصاویر ارتباط بگیره خوندن و نوشتن مال یک فرایند چند هزار سال است نهایتا بنابراین مغز ما خیلی بهتر تصاویر رو درک میکنه پس یک مدرس توی اسلایت هاش دقیقا باید با دید یک بیلبورد به داستان نگاه کنه بیلبوردی که شما وقتی سریع رد میشی با سرعت رد میشی با یک نگاه بتونی متنش رو بخونی و اون نکته رو بگیری پس هر اسلاید دقیقا مثل یک بیلبورده ما تو بیلبورد کلی اطلاعات کو... کوچیک و ریز نمی نویسیم نه معمولا یک تصویر و یک عنوان وجود داره پس این نکته اولیه که باید بهش توجه بکنیم اما بریم سراغ نکته دوم صفحه سیاه این سمینار سمینار 3000 نفره ای هستش که در وزارت کشور برگزار شد بزرگترین سمینار آموزشی کشورمون اینجا نگاه کنید من دارم آموزش میدم و هزار بعد به من توجه کنن اما خیلیاشون دارم به این تصویر نگاه میکنن و به من توجه نمیکنن حالا کافیه من برم و حرف بی رو توی کامپیوترم وقتی که پاورپوینت بازه فشار بدم صفحه سیاه میشه اون لحظه همه به من توجه میکنن B اول بلک هست و اگه میخوایم صفحه سفید بشه W رو میزنیم و صفحه روشن میشه خب یعنی چی؟ یعنی وقتی میخوام شما به من توجه کنید نه به اسلاید حالا میتونم بیا رو کنترلم تنظیم بکنم یا روی کیبورد کامپیوترم حرف بیو میزنم صفحه سیاه میشه و دیگه همه به من توجه میکنن و این نکته نکته بسیار بسیار مهمی هستش که اون لحظه ای که نمیخوایم مخاطب چیزی رو اینجا ببینه یا بخونه باید تصویر رو قطع بکنیم این مهارتیه که فقط حرفه ای ازش استفاده میکنن و بقیه همینجوری اجازه میدن این تصویر اینجا باشه این برم کار خودشون رو میکنن و همه دارن نگاه میکنن این کیه چه اتفاقی اینجا رخ میده و چیزای از این دست خب بریم سراغ تکنیک سوم فونت ها هستش بسیاری از پاورپوینت ها به خاطر اینکه از فوندهای نادرستی استفاده می کنند به درد نخورند اولین نکته این هستش که فونت باید فونتی باشه که از دور خوب خونده میشه من دیدم متاسفانه خیلی از اساتید ما که در مقطع کارشناسی تکنولوژی آموزشی درس میدادن میگفتن از فونت نازنین استفاده کنیم متاسفانه بی سواد بودن فونت نازنین برای خوندن از روی متن خوبه نه اینکه از دور اونها رو ببینیم ما باید از فونت استفاده کنیم که چشم ما خیلی راحت میتونه از دور اونها رو بخونه همون فونت هایی که شما در تابلوهای مترو و خیابون ها میبینید پیشنهادی که من دارم این هستش شما میتونید از عنوان هاتون برای فونت تیتر استفاده بکنید ببینید الان اینجا عنوان من فونت تیتره و متنتون فونت بی یکان هست بی یکان همون فونتیه که شما در مترو در خیابون ها اسم کوچه ها میتونید ببینید و اگر دوست دارید یکم فانتزی باشه فونت ایران سانس هم میتونه فونت خوبی باشه و همه اینها از دور خیلی راحت خونده میشن و دیده میشن فقط مسئله اینه تا میشه باید از تصاویر بزرگ استفاده بکنید الان من از قبلی استفاده میکنم تصویر قطع میکنم چون میخوام این نکته مهم بگم. همیشه توی سالون باید اسلایدتون رو باز بکنید و بریم عقبترین صندلی که کسی میشینه و یه بار چک کنید ببینید اندازه فوندها خوبه یا نه فقط مهم نیستش که قابل خوندن باشه. باید خیلی راحت قابل خوندن باشه. بنابراین از اندازه های بزرگ استفاده کنید و اصلا نترسید. بریم سراغ نکته بعدی کنترل اینکه چطور میتونیم اسلاید ها رو عقب و جلو بکنیم خب بسیاری از افراد میان از دکمه های قبل و بعد استفاده میکنند و با این دکمه ها میرن اسلاید قبلی اسلاید بعدی و خب نتیجهش هم میبینیم دیگه من هر بار که صحبت میکنم باید حرکت کنم و بیام و دکمه رو بزنم و خیلی صحنه صحنه زشتی میشه بعضی ها هستن یه نفر میذارم پای کامپیوتر میگن اسلاید بعدی لطفا و بعد دوباره توضیح میدم می اسلاید بعدی لطفا و خب بعد همه دیوونه میشن بعد یه موقع اون خوابش میبره یه موقع حزار مثلا میگن یه موقع اشتباه میزنه بعد دیگه نه نه دو تا بیا عقب سه تا برو جلو بعد همه چی به هم میریزه کار عاقلانه این هستش که شما از یک کنترل خیلی ساده دقیقا مثل همین کنترلی که الان دست من هست استفاده کنید البته این کنترل خیلی هم ساده نیست کار خاصی میشه باش انجام داد مثلا میتونید شما یه قسمتی از تصویر رو نشون بدید یا میتونید زوم کنید رو قسمت های مختلف چنین کارهایی رو میشه انجام داد یا من میتونم سفر رو سیاه کنم میتونم صدا رو کم و زیاد بکنم و خیلی کارهای دیگه خب این قیمت زیادی هم داره اما با چند هزار تومان میشه کنترل خیلی خوب تهیه کرد بهش میگن دستگاه پرزنتر یا ریموت بستگی داره شما میتونید از سایت های مختلف داخل کشور خودمون هم تهیه بکنید و کار شما رو خیلی حرفه ای پیش میبره اما اجازه بدید براتون یه داستان بگم یکی از مهمترین سخنرانی هایی که داشتم این سخنرانی بود در کنار آقای نیک وایچیچ سخنرانی که دست و پا نداره و یکی از گرون قیمتترین سخنرانان دنیا هست اینجا داریم این راجع به سه از محتواها صحبت می‌کنیم و توی سالن هزار خورده نفر شرکت کننده و من همه چیز رو تست کردم ساعت استراحت اومدم دستگامم تست کردم دیدم عالی کار میکنه اما وقتی که روی سن قرار گرفتم دیدم که کنترل من کار نمیکنه چرا به خاطر اینکه شرکت کننده ها همشون دستگاه ترجمه داشتن و تداخل امواج دستگاه ترجمه با این توی اون سالون کار نمیکرد یعنی 20 دقیقه پیش که شرکت کننده ها نبودن به درستی کار میکرد و بعد کار نمی کرد. چرا این رو گفتم؟ به خاطر اینکه باید بدونیم همیشه امکان مشکلات فنی وجود داره. به همین دلیل هستش که من توی سمینار ها مثلا این سمینار توی برج میلاد هست. همیشه اسلاید هامو به صورت پرینت شده هم دارم و پرینتش رو هم یه طرف سالن و یکی دیگه هم اون طرف سالن قرار میدم. چرا؟ به خاطر اینکه اگر به هر دلیلی اسلاید کار نکرد من بتونم بحثمو پیش ببرم. اگر کنترل من کار نکرد بتونم بحثو پیش ببرم. اینم از بحث کنترل و حالا میریم سراغ دونه دونه. نگاه کنید توی این اسلاید من دارم آموزش میدم و نگاه کنید نکته یک رو دارم میگم اما شرکت کننده ها دارن نکته دو و سه رو میخونن به خاطر اینکه اطلاع دونه دونه نیامد اما حالا اینجا رو نگاه کنید من نکته اول رو میگم آموزش میدم تموم که شد بعد نکته بعدی و بعد نکته بعدی رو ارائه میکنم چطور دونه دونه اینها با یک انیمیشن خیلی ساده میان و نتیجه این میشه که مخاطب دقیقا به اون چیزی که میخوایم توجه میکنه بعد هم تصویر رو قطع میکنم چون میخوام به من توجه اتفاق بیفته پس این هم مسیری که وجود داره مرسی که به این پنج نکته توجه کردین حالا میخوام این نکته جالب بهتون بگم ایشون آقای تی جی واکر هست یکی از برترین مربیان سخنرانی و فن بیان دنیا که در نیویورک امریکا هستند. من با ایشون یک دوره مشترکی راجع به ساخت پاورپوینت و اسلاید داشتم و توی این دوره نکات خیلی خیلی, خیلی خاصی رو مطرح کردم و خب حیفم اومد که این دوره به زبان فارسی وجود نداره اول این ویدیو رو نگاه بکنیم You have to create a PowerPoint presentation and then perhaps deliver it Where do you start? It seems confusing. Obviously, you've seen other people give PowerPoint presentations, and what's the result typically? <sighs> the audience falls asleep, or they do this. They're checking email. You don't want to be like that. That's why I've created this course on how to deliver effective PowerPoint presentations and how to create compelling slides. I'm very happy to have partnered with Payam Brahmpoor, one of the most renowned experts in the world on creating effective PowerPoint slides. Here's Payam to tell you more. Thank you, TJ. I'm so excited because I want to reveal all of my secret on PowerPoint presentation. For example, I will show you how I earned my first million dollar when I was just 24 in this presentation, and how I can persuade my audience with my slides in this course we not only focus on designing beautiful slides but persuasive slides because we believe if you design only beautiful slides you can persuade your audience also you can have access to lots of sources for finding music picture videos and i will share all of my slides and presentation with you so you can feel free to use them TJ and I have more than 1,000 seminar and workshops in front of more than 10,000 audience. Therefore, we have good experience. So you don't just learn about PowerPoint, you will learn how to present in a best way. Our instruction are brain-based learning, which help us to understand how our audience brain works, big picture, memory, attention, and learning styles and based on this we help you to design super professional slides the next reason is that we spend lots of money on lots of different devices so many kind of converters macbook microsoft surface tablets mobile phones and a different remote presenter or even smartwatches to change the slides if you want to learn all of the important things about PowerPoint presentation, join this course and enjoy.